سلام علیکم، چطورین؟ آقا ما از دیشب دیگه که از اون رستوران برگشتیم دیگه ولاگ نگرفتیم. یادم میخواد عروسی از صبح درگیره، بعد خیلی هم عروسی زود شروع میشه، ساعت 4 الان ساعت 4 نیمه. ما داریم تازه میریم، انقدر دیگه من بود بعد مامانم خودم درست کرد. نمیخوام پشتشو بهتون نشون بدم، همین که جلوش قابل قبوله دیگه کافیه. خلاص آقا ما داریم میریم، کلی هم بار و بندیل برداشتیم، کفش رو نمیدونم لوازم آرایشی، گفتم من آخه نمیتونم تا آخر. آخه اینجا ما شنیدیم که عروسیاشون تا مثلا 6 صبح، بعد یه بار مثلا شام میخوری، بعد میرقصی دوباره گشنه میشه، دوباره شام میدن، شام مثلا نه به مفصلی اولی ولی باز مثلا یه غذایی میدن بمونه، یعنی مثلا میشه بمونه. آره، و دوباره مثلا میرقصن تا صبح. برای من گفتم من عمرن نمیتونم با این کفشا یه خلاصه ما تا صبح، یعنی قراره بمونی؟ نه ولی حالا من هم دو ساعت هم با اینا نمیتونم برقصم، اینا فقط برای عکسه دیگه. همین دیگه داریم میریم دیگه، حالا ببینیم اونجا چه جوری میشه، فیلم گرفت نمیشه. کن ما الان دیگه از عروسی اومدیم بیرون، ساعت 1:00، البته هنوز عروسی ادامه داره ولی ما دیگه خسته شدیم. پر آدم تو خیابونا اینجا، نه که دانشجو زیاده، همین جوری کلی اونجا نمیدونم معلومه یا نه، ولی تا اون سر همین جوری چیزه. تاکسی پیدا نمیکرد، زنگ زد بهش علی، بعد من تعجب کردم که مثلا چه اینجا خب به نسبت مثلا جاهای دیگه انگلیسی راحت کارتو راه میندازه، یعنی مثلا حتی راننده تاکسی هم باز مثلا میتونی باهاش ارتباط برقرار کنی، یکی که اصلا خیلی خوبه. در کل باحاله، همه جوون و همه ایرانی. انقدر ما اینجا بچه بیوتی دیدیم، انقدر بچه بیوتی دیدیم، همه هم یا پزشک یا دندون پزشک یا داروساز، اصلا غیر از این سه تا نبود. لیسانس باشه اینجا اخراجی. آره نه، از نظر مثلا چی، چون بعد پرسیدیم چرا، گفتن که بخاطر اینکه اینجا دانشگاه مثلا خیلی خوبی داره برای این رشته ها، مثلا همه میان اینجا. سلام علیکم، صبح بخیر، چطورین؟ الان فردای عروسیه، ما دیگه صبح پاشدیم رفتیم صبحونه خوردیم اومدیم، یه دوشی گرفتیم و اینا، فردایش هم حاضر میشدم، بعد چون ما فردا داریم از اینجا میریم دوباره باید تست کرونا بدیم، بعد اینجا یه نفر میاد الان، همین الان زنگ زد که من گفتم بذار ولاگ بگیرم، میاد تو اتاق تست میگیره، بعد دیگه تا فردا جوابشو میده. من مامو اینجوری کردم که این بالاش پف کنه. با کلیپس دهه نمیدونم چندی دهش هستی نمیدونم حالا اگه بشه ازش فیلم گرفت یا نه. ترکیه که خانم تو فروگا کرد تو این بشه که در آورد خونی بود. That's harsh. Okay, anything for traveling. سلام بودا جانم، احوال شما چطوره؟ سلام. خب عزیزان سلام، امیدوارم که خوب باشین. اومدیم بریم ببینیم. استوری میذارم، ببخشید حواسم بهتون نیست. من خود بذار من و این بانو، این بانو اجازه بده من توضیح در مورد ایشون بدم. اولا ایشون مثل که خانوم صاحب این هتل و به حال یکی از پولدارترین افراد مجارستان هستن، بودند البته، هستن که اشتباهه، مثل که ایشون خیلی کارشون درست بوده، خیلی معروف بودن و خانوادهشون. اینم بذار دیوار اینجا نشون بدم، تمام اقوامشون هستن، نوه خاله، میگه پسرمو دخترمو. اینم یه دیواره که خیلی بیشتر عکس اقوام هست، عمو، چه میدونم، با جناق، اینا تا اون بالا هم هستن. یه عکس این بغل این آقا نشون داد که
اونم در نوع خودش جالب بود. این آقا رئیس این هتلن و این همون خانومن که دوران مثل که مراسم نامزدوشونه در 1800 و 70 خورده ای 40 خورده ای گذشت از این حرفا. ما الان حاضر شدیم بریم بچرخیم اینجا رو، احتمالا یه جا میریم یه سایت میریم فقط ببینیم خیلی جنگی ببینیم چجوریه و بعدش بریم میگن یه رستوران ایرانی و حال اینجا بریم خلاصه یه چلو کبابی بخوریم. Oh, the pop is here. So, yeah, the actual. So, الان ما نمیتونیم. نه، یا میتونیم بریم. یکم شلوغه. تو یادت اون خیابونی که اون روز گفت چی بود اسمش که گفت خیلی ساختمونای خوشگل داره اگه راست بپیچی. نمیدونم چیه چپ بپیچی چی. نه والا دولچه گابانا اینا و فلان. حالا ببینیم چی میشه. خب چی شد برنامه صدف؟ آقا برنامه اینه که اون خیابونی که اون روز داریم کانسرژ هتلمون به مروز بگ با حال اونا دقیقا جاییه که پاپ میاد امروز اونجاست، برای همین گفت اونجا خیلی الان شده کلوب خیلی سیده اینا. اول گفتم نریم، بعد گفتم بریم شاید مثلا با حال باشه. خب اینجا هم هر روز که نمیاد مثلا همچین چیزی باشه، شاید مثلا با حال باشه برای فلاگ. حالا با مترو میریم؟ گفتش که با مترو بریم به خاطر اینکه احتمال تاکسی نتونه اونجا بره انقدر که شلوغه. حالا ما از اینجا از اون مپ میگه که اگه این برکی بری اون برکی بری. ما الان اگه اینو رودخونه در نظر بگیریم ما باید نه فکر کنم مترو اون بالاه. چرا نریم تو ازش بپرسیم؟ بریم دیگه، بریم ببینیم چه خبره. این هم همون پل هست که از پنجره اتاق معلومه. همون چیزه متروه که اون 100 کیلومتر راه تا آشتازه بریم بعد سوار شد. بچه هم بریم راست میگه چه مجسمه های با مسمایی دارم واقعا خیلی هنری این بچه. هلو بچه همجور نشه چرا یه چیزی نمیدوست؟ یاد بچگی خودم میفتم. بریم صدف هم نقشه به دست تیپ قچه توریستی زده. خب اون کی با پاشت بلند تو خیابون راه میده؟ آخه این چیه داستان؟ به خاطر اینکه من میخواستم موامو خیس بود گفتم همینجوری گوجه کنم مثلا ولی خوره مرتب تر. ببین یعنی اگه به خدا دیشب که عروسی بود من موام اینجوری در میمه من صد با خدا رو شکر کنم خوب بود خوب بود ولی اونجوری در اومد بعد که دیدم خوب شد گفتم بزرد اقل لباس هم بکنم. امشب دیگه عروسی دیگه ما خواد بره به خاطر نیک دیگه موهاش خوبه. بعد مغازه باش تو رو خدا پرت نشی پایین. موی شینیان پاشن بلند متر ملت همه نگاه میکردن اینا واقعا خیلی الان سادن مردم ساده ای هن اونقدر بزک و اینا نمی کنن باید صدا با شینیون رو این با شینیون کلی جبدی ولی بسیار خوشتیپ و زیبا شده صدا نداریم که نداره حالا چیزه کانسیرژ هتلمون میگفتش که حواستون باشه قبل از اینکه سوار شین بلیط بخرید. گفتم که مگه اصلا بلیط نداشته باشی سوار میتونی بشی؟ گفت نه. گفتم چی میگی؟ چجوری میگی قبل از اینکه سوار شی؟ ولی الان میبینم میتونی سوار شی چون گیت نداره. خب میدونی حالا کو درست گرفتی مسیر رو اینا چجوریه؟ نه نه بلیطی اونجوری مسیرشو بعد 4 تا ایستگاه دیگه پیاده شی. آها اوکی. تو هم اون کاتگوری. من فکر کردم تا ما
من احساس کردم چرا هیچکی بلیت نمیگیره، واقعا وجدانی همه میرن بلیت میگیرن، آفرین آفرین. ولی مثل که یه تغییراتی هستش الان توی ایسکای چهارم، مثل که از بلیت خواستن از مسافران عزیز. نه بلیت نخواستن. پس این چی الان کردن آقا رو؟ خب من نمیدونم چرا. حالا بیا بریم بریم آقا بریم. نه ولی پس بلیت وجدانیه. آره بلیت های ما نخواستن. آره ولی یه چیز دیگه هم خیلی باحاله که خیلی سری با اینکه این مثلا یه شنبه است الان اینجا روز تعطیله و فلان و اینا، ولی خیلی سری مترو میاد همینجور پشت سر هم، هر دو دقیقه مثلا یه دقیقه مترو میاد و خیلی فعالیت قوی داره. جالبه دیگه هم اینه که خیلی ایستگاهش هم نزدیکه، یعنی مثلا از این ایستگاه به اون ایستگاه تایم می‌خواستی شتاب بگیری و اینا میشه وایم ایستگاه. ما این صدا یه چیز چرچ و اینا میاد، من فکر کنم اون دیگه قلب با چیز. خب اینا پلیس مولیس هم اینجا هست، صداشو میشنوی؟ کمیناره چیه؟ بعضی یکی میدنه من چرا؟ به ما گیر بده ما پاسپورت رو یکم خطرناک شد، همه دارم اون بری میرن تو ما اون بری استاد فکر کنم اون بره ما با این بری بریم که نریم. ای همه جا پلیس پسر، کل میدون رو بستن، فکر کنم اینجا الان یه اتفاقاتی قراره بیفته. از اون بره برنامه لاغو شاید توی اتوبوسی چیزی قرار رد شه، اینا اینجا سلام بدن نمیدونم. ببین داره چی میزنه، ناقوس میزنه چی؟ او آره من دیگه متاسفانه فکر نکنم معلوم بشه، ولی سعی میکنم معلومش کنم. زوم چقدر مردم دارن بر میگردن، همه فکر کنم همه یکی سلام کردن به جانپول ببخشید پاپ بنیدیک، فکر کنم پاپ بنیدیک قبلیه بود. خب من اشتباه کردم، اسم پاپ هست پاپ فرانسیس که آرژانتینی اصلش، اینو میدونم. آره پاپ فرانسیس، من پاپ بنیدیک فکر کنم قبلیه بود که فکر کنم فوت کرد، ولی به هر حال همه صندلی به بغل دارن برمیگردن. فکر کنم دیر شد. ببین آها اونجا نشون میده، روی تلویزیون گذاشتن ملت جمعیتی اینجاست. انگار 22 بهمن، انگار 22 بهمن راهپیماییه. چیکار کنیم صدف؟ میخوای بری پیش پاپ فرانسیس یا میخوای بری؟ خیابونو بگردیم. بعد خب این که بسته سلام فکر کنم. خب بریم بریم این بغل بریم. راهپیمایی 22 بهمن با شکوه فراوان برگزار شد. 22 بهمن مبارک. با این اسپیکرها و اینایی که گذاشتن یه حالت روحانی به من دست داده. من و سه نفر دیگه و صدف داریم میریم به این سمت، کل جمعیت داره این بری از 20 مراسم برمیگرد. تمام این چهارا، تمام این چراغا سپیکر داره توش، هنری ما رو تو باقالی. وای ببین اصلا باورت نمیشه، حالا دیگه کامرو روشن نبود. ببین الان من نمیتونم اجرا کنم، صدف دوباره طبق معمول داشت شیرجه میزد رو آسفالت. ببین یه دونه چاله جلو پام بود ندیدم، داشتم خیلی نطخ میکردم راجع به مسائلی برای علی، بعد یهو ندیدم پام اینطوری شد. بعد ببین چند تا قدم گنده خیلی شانس آورد، یعنی هر یه دونه شگی برفتم اونجا بود اینا. اینا ببین یعنی من بذارت بگم هر یه دونه شکی میرسم الان دیگه با مخ بعد با دماغ میخوردم، بعد یه دونه خانومه ببین دماغ
دماغ. وای من جی حالا منم فقط تنها چیزی که بزنم تو یه خانومه من پشتش اینجوری چنگ زدم خانومم یه اون دوگم چشونه گفتم وای ببخشید ببخشید ولی منو سیف کردی به خاطر اینکه اگه خانومه نبود افتاده بودم. ببین این یکی از بدترین ها خدا رو شکر بدترین ها می شد یعنی با سرعت رفت آره با دماغ داشت می رفت و شانس آوردیم باید خدا بریم آقا حواست باشه درو بریم آره خدا ست نه باید آره زیاد زیاد حرف رزه اینجا فقط باید همجور سر پایین رو مثل راهبه باشه. رسیدیم به فکر می کنم این پرچم اوکراینه احتمالا گروهی از اوکراین اومدن خانومه با حجاب کامل آقا هم با یک سیویل خیلی بزرگ خیلی قشنگ و جالب ما نمیدونم فلسفهشو ولی مثلا یه حالت سنتی لابد داره دیگه بلات هم دارن عکس میگیرن آی بیچاره من میبینمش گرمم میشه خیلی جالبه آ اینا هم لباس سنتی دارن توی بیس رایا بودا سینی نمیدونیم چی بود ولی خواهی نشوی رسوا دست بزن هرچی بریم آقا الان سوال بیچه هم میکنم نه اتفاقا من فکر میکنم توی همچین جاهایی که مثلا یه تم خاصی داره وقتی یه آدم غریب وارد میشه خیلی اتفاقا برعکس آدمو تحویل بگیرن که تو رو به راه خودشون به راه راست چون ما راه ما احتمالا کج اینقدر میخوره زمین صدف هدایتت کنن حتما فکر کنم اونجوری هم میشه بیان بگن او تو دستشویی ها اینا تو ببین چه خبره حالا صدف گم نشه بایشا یعنی سر هر خیابون ببین اونورم هست کلی دستشویی گذاشتن از این دستشویی هایی که چیزه از این دستشویی پلاستیکی ها چه خبر شد ما تصمیم گرفتیم بیایم بیرون بریم سوار تاکسی بشیم چون خیلی شلوغ بلوغه ولی یکم زمان مناسبی برای توریست نیست کلن الان به خاطر اینکه خیلی شلوغه داشتم میگفتم آره یکم اشتباه بود الان اومدن توی جاهای توریستی چون امروز پاپ اومده و یکم اشتباه بود برای اینکه بیان ملت خیلی عجیب به ما نگاه میکنن نمیدونم دلیلش چیه حالا یعنی اینا انقدر اینجا ایران زیاده حالا نشنه اینا ما یه جوری از جمعیت زدیم بیرون ولی خب بعد 10 دقیقه بریم پیاده چون الان اصلا تاکسی نیست تا برسیم به اون رستوران حالا صدا الان ما داریم تقریبا 20 دقیقه داریم من که پام از کار افتاد کامل صدفم داره فعلا تلاش میکنه با این پاشنه‌ها یه جوری بکشونه خودشو ولی اگه میگم تاکسی بخوایم وایسیم بیاد و اینا همون میشه که ما کم کم نمه بریم با سرعت کم ما یه اشتباهی کردیم ما خب مثلا از 20 متر رو پیاده شدیم مثلا 10 دقیقه یه رو رفتیم به سمت بعد که می‌خواستیم بریم رستورانه گفتم اگه بخوایم ما مترو بریم بعد دوباره برگردیم همون ایستگاه بعد من گفتم خب ما چرا یه رو اونوری بریم بذار یکی از خیابون فردیا رو بریم آدرس رستوران هم زدم زد مثلا نیم ساعت رستوران پیاده است گفتم به سمت رستوران از این خیابون فریا بیم فقط برسیم به خیابون اصلی تاکسی میگیریم حالا فقط مثلا 5 دقیقه راه میریم به جای یه رو آقا مگه تموم میشد تمام خیابونا رو بسته بودن الان هم که تازه رسیدیم به خیابون اصلی اصلا تاکسی نمیاد یعنی ما به جای اینکه مثلا یه رو راه نریم الان یه تقریبا برسیم میشه این اسکوتر هم خوبه ببین اینا به سر داره اسکم میکنه اگر دوتا گیرمون بیاد اگه گیر بیاد چون خیلی شلوغه الان بعد نیست ولی بعید میدونم من نرسیدم میتونستیم از تو اپش نگاه کنیم ببینیم شاید بود مثلا اونجا رو ببینم بعد خود چهارا رو چهارا ولی هست نه آه اون پارتوی آره خیلی همه چیش معماریش اینو ببینی پدر شد که ولی من خدایش ولیعت رو فکر میکنم ولی فکر میکنم مثلا پایین تره چهار حافظ اونا بیشتر میخوره تا من بلد مثلا آره بله چون یکم مغازه‌هاش همچین اون بالا یکم به هر حال نوتره دیگه اگه بخوای حساب بکنی ولی خط ویژه همین برای بچه‌های خودمون دکه گل هم دارن
نه این دکه گله گل مصنوعیه. خب رسیدیم بالاخره دیگه، شهر نظر خودتو درست کن، منم صاف را برم. اینا رسیدیم. رستوران در ران به فارسی از آن از 1391 زیادم قدیمی یعنی حدود 9 ساله که این رستوران اینجاست و بزن بریم. به به صدف خانم شما چی گرفتی؟ مادر به گریه. زیتون پرورده داریم، علی هم برگ گرفت، بعد ساده چیه دیره دوغ. دوغ که همیشه با ماست، هر جا بریم دوغ داریم. خدا رو شکر. آره خلاصه من وقتتون صدا خانم بیشتر از این نمیگیرم، بفرمایید. دختر ما نهار که خوردیم اونجا کلی با بچه بیوتی ها گرم حرف شدیم و یه خورده دیر شد، بعد اومدیم اینجا اومدیم هتل، خیلی خوابم میاد. یه دقیقه استراحت کنم مالی، یه دقیقه چشمون رو بذاریم، نیم ساعت دیر شد. وای الان 10 دقیقه دیگه اون قایقه، ما باید اونجا باشیم، هنوز هتلیم. امیدوارم خیلی فقط دور نباشه. بازم نخوبده الان، من گفتم سریع هم پایین داشت میگم بگم چیز بیاد، بگم تاکسی بیاد که این آقا ما یه خوابی رفتیم، خواب مرگ. یه وقتی بیدار شدیم یه دیر شده بود، الان فکر کنم یکم دیر شده. من که خودم اصلا رفتم یهو. الان 7 هنوز تاکسی هم نیومده، اون قایق هم ساعت 7 قراره بره. حالا دیگه امیدوارم نره. خودش شاید بخواد تنها بره یه دوری بزنه. خب آدرس یادشون نمیاد. یارو میگه من نمیدونم کجاست. ما هم آدرس یادمون نمیاد برای اون قایقه. حالا بریم ببینیم خدا چی میخواد. اون کسی که کانسیرژ هتل بود، اون سیاپری بود، روی نقشه برامون علامت زد، بعد اون نقشه رو ما گم کردیم و بعد حالا الان اون نیست اینجا که ازش بپرسیم. What's the ship name? I don't know the ship name, but it's the one. So there's two kinds that go from there. One is the public one that goes around the Danube, if you know that. And then the other one is like the one. آقا داستان ما ادامه داره. داستان عذاب. الان ما کل راه و صدف بگو با این پاشنه و داستان. اول اصلا تاکسی پیدا نمی‌کرد. 2 ساعت هی چیز میکرد و اینا، بعد آخر سر ما زنگ زدیم هتل دوباره، این بابا به این آقا بگو که ما باید کجا بریم. بعد گفته اومده اینجا سر خیابون، بستن این خیابونو. حالا ما با این صدا با این قیافه اومده پیاده روی. این الان قایق ما هم قایق 10 نفره مکسیمومه، یعنی 10 نفر کوچولو، از این کوچولو هاست، ولی گرفتیم که فقط خودمونیم. نمیدونم اینه، یعنی یارو منتظره. بده بده. We confirm the name. Yo, voice, voice. Voice, man, بگیرمه. بیام بگیرمه. Yo, اول فاز. Yo. اینجا رو ببین چه خوب. چجوری میخواد؟ فیلم. How you doing? پاشنه بلند را بری چه سیستم میشه. تو هم داری از پشت، علی هم داره از پشت فیلم میگیره، به فیلم هم بگیری. چه بامزه هست کچولوه. نسیدی باورم نمیشه. این خوبه. بعد بگیم کجا. خیلی تعجب نکردن، خیلی قیافه هاشون ناراحت نبود، برای همین ممکنه که کل تایمی که ما رزرو کرده بودیم برای ما بره. چرا خوشگله داری. فقط بعد بگیم یه جا نگه، مثلا جایی که باید نگه داره، چون اگه نخوای فقط تو آب باشی برای اینکه عکس بگیری. من نمیدونم
صدف ببین با چه مشقتی داره این بساط رو میبره. فقط امروز یه چیزی حدود خدایا من فکر کنم فقط امروز یه چیزی حدود مثلا 2 ساعت و نیم با پاشنه پیاده راه رفتم. نیم ساعتشو باید پوله هم الان سنگینه، یه ساعت و نیم هم که زور صدا برای که به من کولر رو ببره این داستان کمرم همه مشقت ها رو به جون داره میخره. زن زندگی بیشوخی، این کوله سنگینه، لنز هم خیلی سنگینه، لنزی که کار نداره خدا به داد ما برسه. آقا اگه من رو ندیدین حلال کن، حتی یکم الان صدا سلش میسوزه به خاطر اون داستانی که پیش اومد تو هواپیما و اینا علاقه من شده به من. علاقه من اینا هتلمونه، ببین چه خوشگل از دیده. سلام، صبح بخیر، چطوری؟ این آقا دیگه صبح آخریه که اینجایی، یعنی دیگه لحظات آخریه بهتره بگم که اینجایی. دیگه من چمدونا رو جمع کردم همه رو، اینم که نمیدونم همین اینجا اینجوری شد، نمیدونم از فرودگاه میومدیم از تاکسی پیاده، حالا یادم نیست خالصه. دیگه چمدونا جمعه، همه چی جمعه، الان صبحونه رو آوردن که بخوریم. دیگه امروز گفتیم ما تو اتاق صبحونه بخوریم که بختمون یه ذره سیف شه. و داستان داشتیم بگو علی داستانو. آقا جواب تست. ببین دیروز اومدن از ما تست گرفتن دیگه، دیدیم. بعد آقای گفتش که 12 تا 16 ساعت بعد چیزش میاد. خب دیروز ساعته که اومدن ساعتی که اومدن تست بگیرن ساعت 11 صبح بود. خب بعد دیشب مثلا ساعت 1 جواب من اومد، جواب علی من. بعد صبح شد نمیدونم چی کار کنیم. هیچی، من صبح به اون ایمیلی که تو چیزه بود ایمیل دادم، خبری نشد. وای حالا فکر کنم ما الان مثلا 2 ساعت دیگه پرواز، 3 ساعت دیگه پروازمونه، نمیتونستیم که بدونی توست دیگه. خلاصه علی رفت پایین به ریسپشن، گفتش که اگه میشه مثلا به زبون خودشون بهشون زنگ بزنه حرف بزنه و اینا، دیگه الان فرستادن. یعنی استرس هر دفعه مثلا بعد یه چیزی بی خودی پیش بیاد، نمیدونم چرا. علی خیلی زود ازش تکر کردن، یعنی رسیدگی کردن. ما گفتیم آخ دوباره ما دم پرواز بعد از زنگ بزنیم، چون اگه نمی اومد ما اینجوری نبود که بگیم خب حالا فردا میریم، چون اون کروزی که ما باید، یعنی اون قایقی که باید بریم امروز میره. آره. خب بقیه مثلا 10 نفر آدم دیگه هم دارن میان، نمیتونیم مثلا همه رو چیز کنیم. با قایق موتوری باید دنبالش بیاد. چیز دیگه، ما این ولاگ رو تموم میکنیم. خیلی به ما خوش گذشت. چقدر اینجا بچه بیوتی ما دیدیم، چقدر همه دکتر یا دندون پزشک یا داروساز، همه. یه دونه یک نفر فقط دیدیم دیروز که گفت من نه معمارم، که اونم خیلی عجیب ناراحت شد. آره. ولی خلاصه خیلی به ما خوش گذشت، ولی خب اونقدر نتونستیم مثلا خیلی همه جاشو بریم ببینیم، ولی حتما یه بار دیگه باید برگردیم و امیدواریم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. ما میریم و شما رو توی قسمت بعدی در ایتالیا میبینیم. فعلا خدافظ.